سلام، امروز میخوام آموزشی چایی بهتون بدم به سبک و سیاق تقریبا انگلیسی. تا آخرین ویدیو با من متفاوت باشین تا بیاموزید این چایی خیلی خوشمزه رو. بچه ها در ابتدا لازم داریم که آب رو به جوش رسونده باشیم که ملاحظه میکنین آب به جوش رسیده، الان میذارمش کنار. البته خب به خاطر اینکه رفت تو حالت استراحت دماش اومده پایین تر از نقطه جوش. داخل این قوری که اینجا دارم، البته الان به وارمرش احتیاج نداریم، چایی استخودوس دم میکنیم. اینجا من استخودوس دارم، گیاه استخودوس رو دارم که یک مقدارش رو میریزم داخل این توری. اینکه چقدر بریزین کاملا به سلیقه خودتون، من یک مشت حدودا ریختم. ویدیو خانم امیر جلالی رو دیدی؟ همون خانمی بود که خانم دوش رو بازی میکرد، خیلی هم بی‌اعصاب بودن. میگن که مقدارها رو بگیر، میگه من اصلا وقت ندارم مقدار رو بگم، من همیشه اینجوری چشمی بریزم. خب خانم مجبوری آمود کسی بریزم. ببینید من چشمی ادویه میریزم، حالا چند قاشق مربا خورید، چند قاشق غذا خورید، من ایناشو تا حالا این کارو نکردم. زردچوبه اضافه میکنی. من اینکه دارم تون تون به شما توضیح میدم به دلیل اینکه واقعا وقت ندارم. استخودوس رو دم میکنم. من اینجا بچه ها امروز برای اینکه متفاوت باشه یه دونه چای کیسه ای آوردم. این چای کیسه ای رو میندازم با این استخودوس تا دم بشه. آب گرم رو هم بهش اضافه میکنم. همین الان عطر استخودوس بلند شد. عطر استخودوس یک عطر تلخ و بسیار دلنشینیه. خب ضمن این که این رو میذارمش که دم بکشه، میریم سراغ مرحله بعدی کار. خب اینو اینجا میذارمش تا دم بکشه. خب توی این مرحله بچه ها نیاز داریم به گرم کردن شیر. با استفاده از این شیر جوش من یک لیوان شیر رو داخل این شیر جوش میریزم، حتی روشنش میکنم و یک لیوان شیر رو داخلش میریزم تا گرم بشه. رفقای جان توی همین مرحله میتونید بهش وانیل هم بزنید، هیچ محدودیتی در اضافه کردن وانیل نیست. چقدر بهش وانیل میزنیم کاملا به سلیقه خودتون. من مثلا یه دری ریختم، یه قاشق چای خوری که بریزید کفایت میکنه. خب شیر هم داره گرم میشه، لازم نیست بچه ها بجوشونید. البته اگه خواستید به جوشونیدش هم هیچ اشکالی نداره. من بابت اینکه دکمم اینقدر بازه از شما معذرت میخوام، به خاطر اینکه خب این مایکو نمیدونستم الان کجا نصبش کنم و دیگه لباسم جایی نداشت که نصب کنم و خب ناگزیر شدم، ببخشید شما. این شیر آماده است. خب رفقای عزیز، نوشیدنی ما هم آماده است. این چایی هم که ملاحظه میکنید، من برای اینکه یه خورده عطری خوشبوه، برای اینکه یه خورده رنگ چای بیشتر آزاد بشه، همیشه هم میزنم. چای رو مقداری داخل فنجون میریزم. قوری قشنگ ما رو هم ببینید و عرض کنم که این شیر رو بچه ها اگر احیانا دلتون بخواد میتونید فرم هم بهش بدین با همون فرنچ پرس که قبلا بهتون آموزش دادم. من برای اینکه نریزه، چون از این من ضربه خوردم، تأکید میکنم اگر بخواهید میتونید به شیر فرم بدید، من نمیخواهم. میریزم داخلش. خیلی خوب شده بچه ها و میدونم که قطعا انگلیسی ها از گل محمدی روی چایشون نمیریزن، اما من اصفهانی هستم و برای یکی از روستاهای اصفهان تازه، پس حتما باید بریزم. خیلی مخلصم، اینم آماده است، خیلی خوشمزه است. من این اسنایی که داشتم اینو آمادهش میکردم و اینو به خاطر اینکه سرریز نشه و اینو دروغ بهتون نگم اینجوری ازش خوردم، آقا صادق باشم بهتون، این خیلی خوشمزه و عالی بود. استخودوس بی نهایت جذاب کرده این ترکیب رو، امیدوارم درست کنید، لذت ببرید نوش جونتون. و خیلی مخلصم رفقای عزیز، مثل خورشید بابت این قضیه عذرخواهی میکنم. مخلص،
خدا نگهدار.